گروهی از کنشگران و زندانیان سیاسی پیشین، فعالین حقوق بشر و اساتید دانشگاه با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی خواستار اخراج حسین موسویان، دیپلمات و از مقامات پیشین جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه پرینستون در آمریکا شدند. این گروه روز جمعه در مقابل دانشگاه پرینستون تجمع کردند و خواهان توجه مسئولان این دانشگاه به درخواست خود شدند. اردوان روزبه از محل تجمع گزارش می‌دهد. امروز جمعه اینجا مقابل درب اصلی دانشگاه پرینستون در ایالت نیوجرسی گروهی از ایرانیان تحت عنوان گروه اتحاد برای مبارزه علیه حامیان رژیم جمهوری اسلامی برگزار کننده این تجمع هستند در اینجا. پیش از این گروه اعلام کرده بود که توجه داره نسبت به کسانی که در خارج از کشور فعالیت‌های مجرمانه داشتن، حامیان ترور بودن و اینک به طور آزاد در حال فعالیت و زندگی هستند. هدف این تجمع امروز حسین موسویان، سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان هستش که در حال حاضر به طور رسمی کارمند دانشگاه پرینستون هست و در حال تدریسه. ما این هدف برنامه رو گذاشتیم برای اینکه مهره‌های رژیم اسلامی ایران بدونن که دوران اینکه فکر کنن که در خارج از کشور امنیت دارن تموم شده. همونطور که اونها تروریست میفرستن، ماها رو میکشن و از بین میبرن، ما اجازه نخواهیم داد که به راحتی در دانشگاه‌های آمریکا تدریس بکنن و پست‌های مهمی داشته باشن. دوران مماشات با رژیم آدمکش و کودک‌کش جمهوری اسلامی ایران تموم شده. فکر می‌کنیم واقعاً چنین تحرکاتی می‌تونه مفید واقع بشه؟ می‌خوام بگم نتیجه‌ای خواهد داشت؟ حتما مفید خواهد بود، به خاطر اینکه در ما در اوبرلین هم بعد از سالانی موفق شدیم محمد جعفر معلاتی رو بیرون کنیم که اون تنر هم بود، خیلی مشکل تر بود. اینجا هم الان اصلا اومده بودیم که با دانشجو و پروفسور آشنا بشیم، با چند تا دانشجو ایرانی آشنا شدیم، با چند تا دانشجو یهودی اومده آشنا شدیم و چند تا از پروفسورها. خب این خودش الان کمک خواهد کرد که وقتی میریم خونه هامون در داخل دانشگاه هم بی داشته باشیم و بتونیم فعالیتمون رو ادامه بدیم. موسویان رو نه به خاطر دستاوردهای علمی یا پیشینه دانشگاهیش استخدام نکردن، به دلیل ارتباطاتی که با ظریف داشت، به دلیل اینکه ارتباطات خوبی با بیت داشته، در واقع سفیر غیر رسمی جمهوری اسلامی بود، ایشون رو آوردن در دانشگاه کاشتند برای اینکه برنامه برجام رو دولت اوباما بتونه به انجام برسونه. در صورتی تأثیر خواهد گذاشت که مقامات دانشگاه پرینستون، هیئت امناش برسن به این که هزینه های نگه داشتن آقای موسویان بسیار بیشتر از فوایدش برای دانشگاه است. ببینید، من واقعا از نظر اخلاقی بسیار خجالت میکشم و از نظر سیاست دانشگاه اینو کاملا غلط میدونم. به هر حال آقای موسویان یه فردی هستش که این رژیم رو نمایندگی میکنه، در کشور آلمان نمایندگی میکرده، یعنی یه فرد عادی که حالا از جمهوری اسلامی دفاع میکنه نیستش. بعد در دادگاه برلین بالاخره مطرح شد که دست ایشون در اکثر قتلایی که در اروپای غربی اتفاق افتاده ایشون دخالت داشته. به هر حال تصمیم سیاسیه که ایشون اینجا کار میکنه. طبق گزارشات مالی که خود دانشگاه میده، پول ایشون رو دانشگاه نمیپردازه، یه مؤسسه دیگه میده به دانشگاه، بعد میدن بهشون. چرا؟ خب این پرسشه. تجمع کنندگان با شعارهایی که میدن و بیانیه که میگن از دانشگاه پرینستون و مدیران اون میخوان که ادامه فعالیت حسین موسویان رو در این دانشگاه منع بکنه. من اردوان روزبه، اینجا در پرینستون.